یاد پروردگار یکتا و بی همتا با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه شما بینندگان عزیز تلویزیون هلال و علل خصوص دوستان و بینندگان خوب برنامه تمدن اسلامی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امید است همه شما بینندگان عزیز جور و صحتمند و سرحال بوده و جامعه های صحت و عافیت را برتن داشته باشید. به یک دیگر از برنامه های تمدن اسلامی خوش آمدید. باز هم من نجیب الرحمن سمیر با جمعی از همکاران خود در خدمت شما هستیم و یک دیگر از برنامه‌های تمدن اسلامی رو تقدیم شما می‌کنیم. جناب دکتر صاحب عبدالصبور فخری را بازم زحمت دادیم تا به برنامه من بیاین و پیرامون یک موضوع زیبا و جالب صحبت کنیم. بازم البته در ادامه بحث قبلی من، ولی بحثی را که بار مد نظر گرفتیم کمی مهم هم است. قبل از اینکه به بحث آغاز کنیم جناب دکتر صاحب را هم خوش آمدید بگیم. دکتر صاحب محترم وقت شما بخیر، بسیار زیاد خوش آمدید به برنامه. ممنون از شما، من همچنان خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز ما سلام و احترام تقدیم میکنم. خیلی سپاس که به برنامه آمدید. جناب دکتر صاحب، ما در برنامه گذشته پیرامون دو ویژگی از ویژگی‌های تمدن اسلامی صحبت کردیم. یکی هم در اولش عقیده مبتنی بر وحی الهی بود، یا هم عقیده راسخ و مبتنی بر توحید، و دومش هم همه جانبه بودن و همه شمول و جهانی بودن تمدن اسلامی. ویژگی سومش را که انتخاب کردیم باید پیرامونش بیشتر صحبت کنیم، مراعات مبادی اخلاقی است. جناب استاد، اخلاق و مبادی اخلاقی در اجتماع و در زندگی امروزی ما کمی سبک گرفته میشه. این که چقدر مورد توجه بوده در تمدن اسلامی و یکی از ویژگی ها قرار گرفته، چه از چه جایگاهی برخوردار است جناب استاد؟ نحمدک اللهم حمد شاکرین و نتوب الیک توبت العائدین، نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا محمد ابن عبدالله و علی آله و صحبه و من والاه. واقعیتی است که وقتی ما در رابطه با مبادی اخلاقی در تمدن اسلامی بحث میکنیم، میتونم بگویم که یکی از رازهای شکوفایی تمدن اسلامی و بقای تمدن اسلامی و این که مسلمان ها توانستند در یک مدت کوتاه بر یک سرزمین بسیار وسیع تسلط پیدا بکنند و او را نگه بدارند و دین خود را برای بالای اونها به اصطلاح مردم دینشان را بپذیرند، در واقع یک سبب اساسی شمی رعایت مبادی اخلاقی بوده. مسلمان ها از امور روز نخست وقتی که آمدند، پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم جان پیروزیش و جان کارش هم در امی مسئله اخلاق بوده و خودش هم انصافا فرمودند که بایست لعتم ممکار مل اخلاق و ما محبوس شدیم تا اینکه مبادی اخلاقی و مکارم اخلاقی را به پایه تکمیل برسانم. در واقع خود شخصیت پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم هم یک نمونه از اخلاق حمیده، نمونه از اخلاق نیکو بود که همان چیزی را که اسلام به طرف به سویش دعوت میکرد از مسائل اخلاقی، بهترین نمونه از او را ما در شخصیت پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم میدیدیم و بعد پیامبر اسلام هم همی مبادی اخلاقی را به پیروانش و شاگردان خود منتقل کرد. او نسلی را که پیامبر اسلام ساخت یک نسل پاکباز و اخلاق محور بود که همه زندگیشان بر اساس اخلاق اسلامی که قرآن به سوی از او فرا میخوند بر اساس از او استوار بود و این به اصطلاح اخلاق در دین اسلام و در تمدن اسلامی صرف شعار نبود، که مثل که امروز متاسفانه اخلاق به یک شعار تبدیل شدن و جنبه عملی نداره. در اون زمان برعکس جنبه شعاریش و تبلیغاتیش بسیار کم بود، ولی جنبه عملیش بسیار زیاد بود. ما نمونه های بسیار خوبی از مبادی اخلاقی داریم. اول از همه بالاتر ما شخصیت پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم هست. خودش که مورد مطالعه قرار میدیم در عرصه های مختلف اخلاقی، یک میتونم بگویم که یک منظومه از اخلاق در یک شخص جمع شده بود. بله.
یعنی به اصطلاح تمام کمالیات اخلاقی را وقتی که میبینی بهترین نمونهش و بهترین شکلش در وجود پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم نمودار پیدا کرده بود و در شخصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم به اصطلاح مظاهرش دیده میشد و همه کسانی که با پیامبر خدا سر و کار داشتند و با اونا به اصطلاح ملاقات میکردند، اولین چیزی که از او بسیار متاثر میشدند از شخصیت اخلاقی پیامبر بود. آنها از شاید از چهره پیامبر زیاد متاثر نمیشدند، شاید از ابعاد دیگری متاثر نمیشدند، ولی چیزی که از همه بیشتر باعث این میشد که مردم از پیامبر خدا متاثر شوند و زود دین اسلام قبول بکنند همین بود اخلاقیش بود. جناب استاد، وقتی که اصحاب پیامبر پیش ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها میان پرسان میکنن از اخلاق پیامبر و پاسخ میده که اخلاقش قرآن بوده، پس چه جایگاهی داره اخلاق در اسلام؟ ای که تطبیقاتی هم باید داشته باشه در کنار خود پیامبر صلی الله علیه و سلم که الگو بود برای اصحابش و برای امت. خب وقتی که همین جایگاه اخلاق نشان میده که الله جل جلاله اول شخصیت پیامبر ساخت، از لحاظ اخلاقی به طور اخص شخصیتش کامل گردانید، بعد از او باز وحی بالایش نازل کرد. به همین خاطر بود پیش از اینکه پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم به پیامبری مبعوث شود، همه مردم به اخلاق نیکوی پیامبر معترف بودند. ما نمونه هایی که حتی پیش از زمان بعثت پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم به اعتراف داشتند و همه گفتند که این از اخلاق بسیار عالی و حمیده برخوردار است، همین که زمانی که مردم مکه میخواستند خانه کعبه را بازسازی بکنند و تصمیم گرفتند که سنگ حجرالاسود را جایش بگذارند، به میان هم اختلاف کردند که در اون زمان پیامبر خدا عمرش 35 سال بود، در اون زمان اینا اختلاف کردند بین خود، بالاخره در نهایت فیصله کردند که هر کس که از دار الندوه، از دروازه دار الندوه اولین بار بالای ما وارد شود در مجلس، او را بعث حکم خود انتخاب بکنیم. وقت اولین تقدیر بر این بود که اولین کسی که از اونجا از اون دروازه وارد شد حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم بود که هنوز 5 سال پیشتر از بعثتش بود. همه مجرده که چشم به اصطلاح فیصله کننده ها به چهره پیامبر صلی الله علیه و سلم افتاد، همه با یک صدا گفتن که ای امین است، صادق و امین است، ما هر فیصله که کرد به فیصلهش تن میدیم. همه یک صدا و با اتفاق کامل قبول کردن که هر چیزی که فیصله بکند ما فیصلهش میپذیریم. معنیش این است که آنها به صداقت پیامبر، به اخلاق نیکوی پیامبر معتقد بودند. و پیش از او هم وقتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که هنوز ازدواج نکرده بود با حضرت خدیجه، در کاروان تجارتی رفت به طرف شام که اموال تجارتی خدیجه رضی الله عنها را سرپرستی میکرد، وقتی که به طرف شام رفت و دوباره بازگشت، یک غلام خدیجه هم در این کاروان بود در خدمتشان. وقتی دوباره بازگشت او اخلاق پیامبر و شخصیت پیامبر برای حضرت خدیجه تعریف کرد. خدیجه با وصفی که با پیامبر خدا شناخت نداشت، از نزدیک خصایلش نمی فهمید، با همون وصفی که غلامش کرده بود برای حضرت خدیجه، او سبب شد که حضرت خدیجه با اون که زن ثروتمندی بود و خیلی از بزرگان مکه پیشنهاد ازدواج امرایش کرده بودن، اما او رد کرده بود. اما این بار مسئله معکوس می شود که حضرت خدیجه خواهان ازدواج با پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم می شود، که در نتیجه همان اخلاق نیکو و حمیده‌ای که از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شنیده بود و امانت داری که در موردش می دانست، در او سبب شد که با پیامبر خدا پیشنهاد ازدواج بده. و همین طور وقتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که تازه هنوز مبعوث شده بود به پیامبری و الله جل جلاله برش دستور داد که فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین، و چیزی که
اوامر پروردگار از بر مردم ایرا اعلان بکن. رفت بر بالای کوی صفا یا مروه بالا شد و مردم مکه را فرا خواند. بعد برشان گفت که و اگر برای شما بگویم که از ماورای این تپه ها یک لشکری در حال یورش بردن بر مکه است، آیا شما مرا تصدیق میکنید؟ گفتند بله ما تصدیق میکنیم به خاطر از اینکه هیچگاهی از تو دروغ نشنیدیم. اینا همه وقتی که همه گفتند که ما از تو دروغ نشنیدیم، دلالت به این میکند که پیامبر خدا از لحاظ شخصیتی و اخلاقی پیش از این که پیامبری مبعوث شود شخصیتش ساخته شده بود. این خود جایگاه بلند اخلاق در دین اسلام بنمایش میگذارد. بعد وقتی که پیامبر خدا به اصطلاح پیامبری هم مبعوث میشود، نمونه های از اخلاق پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میبینیم که در بلندترین درجه از اخلاق بوده، که حالا بحث ما چون بحثی نیست که ما اخلاق پیامبر مورد بررسی قرار بدیم، که او را انشاءالله در آینده ها ما انشاءالله تایی چند جلسه ما مورد بررسی قرار خواهیم داد، اما چون بحث ما بحث جایگاه اخلاق در تمدن اسلامی است، اینا را به عنوان نمونه ما عرض کردم. و همینطور به شکل تطبیقی در دوران صدر اسلام هم چیزی را که صحابه از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آموخته بودند و از اسلام آموخته بودند، هو به هو در زندگی خود تطبیقش میکردند. ما مثلا به گونه مثال اگر بگوییم، یک مثال، یک زمانی بود که رفتن به شام. در اونجا وقتی که به شام رفتن، فتوحات آغاز شد. در نتیجه فتوحات مسلمان ها در جنگ یرموک رخ میداد در زمان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. در اونجا مسلمان ها از در مناطق مختلف با مردم شام که هنوز مسیحی بودند یا اکثریتشان مسیحی بودند، با اونا پیمان بسته کرده بودند و از اونا جزیه می گرفتند و بالاخره خبر شدند که رومی ها می خواهند که حمله بکنند بالای مسلمان ها و مسلمان ها ناگزیر بودند که در یک منطقه تجمع بکنند. بله. چون دشمن خیلی لشکرش بزرگ بود، یک قطعه از قطعات مسلمان ها توان مقابله با او لشکر بزرگ نداشت. اینا ناگزیر شدند که از مناطق مختلف فلسطین و شام و سوریه و اینا تجمع کنند در منطقه یرموک، در این منطقه تا بتوانند با دشمن مثلا سفارایی بکنند و مقابله بکنند. در این وقت حضرت ابو عبیده جراح رضی الله تعالی عنه در روایات وجود دارد که مردم امون منطقه را که اون تحت تصرفش بود اونا را جمع کرد و جزیه را که از مردم گرفته بود دوباره برشون مسترد کرد و برشون گفت که ما جزیه که از شما گرفته بودیم به خاطر ازی بود که از شما حمایت میکردیم و حالا که از شما حمایت کردن میتوانیم و جزیه که از شما گرفتیم دوباره به خودتون مستردش میکنیم. بله. و به پولتون هم نیاز نداریم، زیرا که وفای ما و وفای اخلاقی ما امیر تقاضا میکند که هر کاری را که ما انجام داده نمیتونیم باید پول مردم هم دوباره پس برشون بپردازیم، جزیه که از مردم گرفته بودیم دوباره برشون بپردازیم. مردم از این اخلاق نیکوی حضرت ابو عبیده جراح سخت متاثر شدند و گفتند که خدا شما را کامیاب بسازد و این پول هم نگرفتند از پیششون. وقتی که مسترد کرد اینا نگرفتند، گفتند یم باشه پیشتون و اگر خدا شما را خود یک نمونه هست از این، یک نمونه از وفاداری و اخلاق است که مسلمان ها از خود نشان دادن. خیلی سپاس. همکاران بخش تخنیک میان میان برنامه کوتاه داریم. بینندگان عزیز در ادامه برنامه تمدن اسلامی همراه من باشید. باز هم خوش آمدید بینندگان عزیز. ادامه برنامه تمدن اسلامی را از تلویزیون هلال بیننده هستید. باز هم در ادامه برنامه قرار داریم و جناب دکتر صاحب با ما هستن و پیرامون مراعات مبادی اخلاقی که یکی از ویژگی های تمدن اسلامی هست صحبت میکنیم. جناب استاد، سوال خیلی مهمی که آیا مراعات کردن اخلاق یا هم مبادی اخلاقی در کل باعث اصلاح یک جامعه میشه یا خیر؟ خب در رابطه با عرض بکنم، اساساً همین اخلاق هست که جامعه را اصلاح میکند. ما وقتی که جامعه را میخواییم که اصلاح بکنیم، برای چه اصلاحش میکنیم؟ اصلاح میکنیم که مسائل اخلاقی را مراعات بکنند. و در این صورت اولین کاری که باید انجام بدیم این است که ما خودمون اخلاق مراعات بکنیم. در این صورت همین خاطر بود در صدر اسلام و در طول تاریخ اسلام هم
قاعده بر این بوده که وقتی که یک دانشمند یا یک دعوتگر میخواسته مردم به طرف یک بعد از ابعاد اصلاحات اخلاقی فرا میخوند، اولین کاری که میکرد این بود که او خودش خود آراسته به مو اخلاق میساخت. حالا قبل از اینکه مثلا یک جای نظام اسلامی کاملا به یک گروه از مردم برسه، معبودی اخلاقی وجه باشه تا ای که جامعه اصلاح شد و بعد از او هم اسلام برشون برسه. خب ما وقتی که مردم دعوت میکنیم به طرف اسلام، اگر اسلام در خود ما تطبیق نشده باشه، باز مردم از چه چیز اسلام از ما بیاموزن؟ و اگر ما مردم بگویم صداقت بکنی خود ما دروغ بگویم، اگر مردم بگویم شما انفاق فی سبیل الله بکنی خود ما بخل بورزیم، اگر مردم بگویم که شما با پیشونی باز با مردم برخورد بکنی خود ما با پیشونی ترش برخورد بکنیم، این نمیشود که به اصطلاح جامعه را اصلاح بکنیم. اصلاح جامعه و میشود که امو مبادی اخلاقی را خود ما مراعات بکنیم در قدم اول. و نسل اول اسلام هم چنین چیزی بودن. هر جایی که می رفتن وقتی که مردم ازشون پرسان بکردن که خب شما که حالا اسلام به اصطلاح در اینجا آورده و ما رو دعوت میکنه که مسلمان شویم، چگونه ما مسلمان باشیم؟ باز میگفتن کونو مثل ما، مانند ما باشید. بله، مانند ما باشید چه معنا داشت؟ معنایش همی بود که اینا اسلام در زندگی خود تطبیق کرده بودند، مبادی اخلاقی اسلام در زندگی خود تطبیق کرده، مبادی عبادتی اسلام در زندگی خود تطبیق کرده بودند و شخصیت اسلامی کاملا واضح و روشن داشتن. به همین خاطر بود که دیگران هم فرا میخوندن میگفتن که مانند ما زندگی بکنید. همینطوری که ما زندگی میکنیم، ما مسلمان هستیم، ما نمونه اخلاق اسلامی هستیم، شما هم بیایید از ما پیروی بکنید. به همین خاطر مثلا شما مثال های بسیار واضح و روشنی در این زمینه داریم با شخصیت های بسیار بزرگی که نمونه های اخلاق بودن. مثلا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یکی از نمونه های اخلاق، شما زندگی نامه حضرت ابو حنیفه را بخونید در ابعاد مختلف زندگیش. بله جناب استاد، یک سوال دیگر هم این که چرا اخلاق من حیث علم مطرح میشه و نکته مهمتر از همه ای که چه رازی در اخلاق وجود داره؟ در کل اخلاق انجام دادن یک عمل خیر اگر بگیریم، چه رازی در اخلاق وجود داره که حتی باعث میشه مجتمع هایی که زشت و پلید هستن به طرف اصلاح و حتی به طرف اسلام روی بیارند؟ همی واقعیتی است که جامعه ها با اخلاق اصلاح میشن، انسان ها با اخلاق اصلاح میشن، با اخلاق از اخلاق انسان متاثر میشن. ما فطرتا انسان با مبادی زیبای اخلاقی خو دارد، از اخلاق نیک انسان متاثر می شود و خوشش می آید، از اخلاق زشت بدش می آید. وقتی که ببیند اخلاق نیکو در وجود یک انسان نمایان است، از او متاثر می شود و به این احساس می کند که پس وقتی که دارای اخلاق نیکو است، دارای شخصیت زیبا است، دارای شخصیت تاثیرگذار است، حتما فکر و اندیشه ای آدم هم و دینش هم مبادیش هم مثلا مبادی نیکو زیبا است و او خاطر متاثر با تأثیر از جنبه های اخلاقی می روند به طرف تأثیر از جنبه های فکری و جنبه های مثلا عبادتی و امثال دیگر هم که از این مسائل هم مثلا می آموزند و اونا رو هم در زندگی خود تطبیق بکنند. می بینند بالفعل تعداد زیادی از مردم هستند وقتی که می بینند که یا دو چیز است که انسان ها از او متاثر می شوند، یا مبادی اخلاقی یک جامعه را می بینند که مبادی اخلاقی زیباست، او سبب می شود که مردم متاثر شوند. مثل که مسلمان ها در اوائل اسلام رفتن به منطقه جنوب شرق آسیا مانند اندونزی و مالزی و سنگاپور و این مناطق، در اونجا تاجرای مسلمان به اونجا رفتن. وقتی تاجرای مسلمان به اونجا رفتن، مردم وقتی که صدق و راستی و امانتداری و فداکاری و مثلا اخلاق نیکوی مسلمان ها را در اونجا دیدن، از اخلاق از اینا متاثر شدند و به اسلام گرویدند. این خودش یکی از نشانه های تاثیرگذاری اخلاقی است که یک جامعه را بالا یک جامعه تاثیر میکنه. و همچنان در قلب افریقا، مناطقی که امروز مانند جیبوتی یاد میشود و مانند حبشه و امثال از اینا، در اونجا لشکر مسلمان ها غالبا میگوین نرفته، در اونجا بلکه صوفی های مسلمان رفتن، یعنی شخصیت هایی که تصوفی بودن به اون مناطق رفتن و اینا شخصیت های پاکباز و وارسته بودن
اینا وقتی که به اون منطقه رفتن مردم از شخصیتشون متاثر شدن و به دین اسلام گرویدن. و همچنان مثلا شبه قاره هند اگر در نظر بگیریم، در اینجا با وصفی که مسلمان ها اومدن با شمشیر در این منطقه داخل شدن، اما پیشتر از اونها تعدادی از شخصیت های مسلمان دعوتگر به اونجا رفتن، از جمله کسی به نام داتا گنجبخش است که به نام علی حجویری هم یاد می شود. علی حجویری در لاهور فعلا مقبرش وجود دارد و مورد احترام مردم است، زیارتگاه عام و خاص شده. او در اون زمان به عنوان یک دعوتگر به اونجا رفت و از جمله صوفی های بزرگ و زاهد های بزرگ هم بود. مردم به شدت از شخصیتش متاثر شدن، از شخصیت اخلاقیش و عبادتش و ایناش متاثر شدن، داخل دین اسلام شدن و تا امروز او بر زیارتگاهش مورد احترام مردم است. اینا همه در مجموع از مسائلی هستند که مثلا اخلاق را به عنوان یک چیز بسیار ارزشمند برای جامعه مثلا به نمایش گذاشت. و ای که چرا به عنوان یک علم مطرح شده، به خاطر از اینکه ای هم دارای قواعد و اصول و چارچوب ها است. اخلاق هم وقتی که میبینید دارای چارچوب های معینی است. اخلاق به طور مجموع اخلاق حمیده کدام است و اخلاق رذیله کدام است و چارچوب های از اینا کدام است، عناصرش کدام است و به اصطلاح با کدام وسایل میتونی ای را به دست بیاری و چگونه میتونی اخلاق حمیده را در خود ایجاد بکنی و از اخلاق رذیله خود کنارگیری بکنی. وسائل داره، روشا داره و اینا، هر چیزی که دارای همی اصول و مبادی و چارچوب ها باشد او را میتواند انسان اطلاق علم بالایش بکنه. و نگفته نمانه که از زمو مسئله اخلاق یک علم جدید نیست، بلکه اخلاق از چیزی است که از قبل از اسلام، بلکه قبل از میلاد کسان دانشمندان آمدند در رابطه به اخلاق چیزایی نوشته کردن، از جمله ارسطو و افلاطون مبادی اخلاقی داشتن، کتابایی در عرصه اخلاق داشتند و کتابایی در اخلاق نوشته کردن که امروز هم مورد مطالعه تعداد زیادی از دانشمندان و کسانی است که به مسائل اخلاقی توجه دارند. بله، ممنون جناب استاد. و نکته مهمی که در مجتمع امروزی ما در افغانستان چقدر نیاز است جناب استاد این مبادی اخلاقی مراعات شود؟ خیلی سخت نیاز است. واقعا یک چیز بسیار مهمه که در ما در جامعه افغانستان رو از دست دادیم، فکر میکنم اخلاق باشه. خیلی چیز مهمی که ما از دست دادیم، همین خیلی چیزهای مهمی که از دست دادیم. مثلا امانتداری در جامعه ما امروز وجود ندارد. مراعات یک دیگر و مراوده و رابطه های نیکو میان افراد جامعه وجود ندارد. تعداد زیادی از مردم تلاش میکنند که اموال یکدیگر خدا بخورن، حتی اموال عامه را حیف و میل میکنن و هیچ به اصطلاح ضمیرهای مردم به اندازه مرده که احساس میکنن که وقتی که ما اموال عامه را از بین میبریم یا به اصطلاح دارایی های عمومی را از بین میبریم و به خاطر منفعت شخصی خود یا به خاطر پر کردن جیب خود، این سبب میشود که جامعه اخلاقش از بین بره و این را مراعات نمیکنن. امروز تقلبی که در عرصه‌های انتخاباتی در افغانستان رخ میده، اینم از نبود اخلاق مثلا صحبت میکند. جناب استاد، اگر سوال رای تو هم مطرح بکنیم خیلی واضح شود، چون بیننده های ما از نقاط مختلف جهان بیننده هستن، اسلام بدون اخلاق چگونه خواهد بود جناب استاد؟ من فکر میکنم که اسلام بدون اخلاق نمیتوند باشه. اساسا اخلاق یک بخش اساسی اسلام به شما. پس چیزی که من روز در کشور متاسفانه دارم جناب استاد، اسلام دارای سه بخش است. بخش اعتقادات، بخش تشریع یا قانونگذاری و بخش اخلاق. اگر ما اخلاق از اسلام بکشیم، در واقع ما یک عنصر اساسی یا یک ستون اساسی اسلام کنار گذاشتیم. شما قرآن وقتی که مطالعه میکنید با دقت میکنید در قرآن کریم، قرآن کریم غیر از همین سه چیز دیگه چیز نیست. یا عقیده و اندیشه و فکر مردم می سازد، یا اخلاق جامعه را می سازد، و یا قانون جامعه را می سازد. و کشور ما که جناب استاد گفتین تا حد آری از اخلاق حمیده است. نمیگم که آری نیست، ولی اخلاق حمیده در جامعه ما خیلی به شدت آسیب پذیر شده. این نیاز به بازسازی دارد. ما در او بخشایی که مثلا آسیب پذیر شده او را باید شناسایی بکنیم، آسیب شناسی بکنیم و در امو عرصه
ما دوباره اخلاق بازسازی بکنیم در میان نسل جوان، و اگر نسل پیر ناامید شدیم در میان نسل جوان باید مبادی اخلاقی را دوباره اصلاح غرس بکنیم، نهال اخلاق غرس بکنیم و تربیتش بکنیم تا اینکه جامعه ما دوباره بازسازی شود. و تاثیر خواهد کرد جناب استاد بر ای که کشور ما دوباره بازسازی ما شود؟ ما امیدوار هستیم. مربوط به ای است که ما چقدر صادقانه و مخلصانه در راستا قدم بگذاریم. به هر اندازه که ما صادقانه در راستا قدم بگذاریم ما میتونیم که به هدف خود برسیم. و اما اگر ما صادق نباشیم و کسانی که نقش مربی را دارن، نقش دعوتگر را دارن و نقش استادار را دارن در جامعه که جامعه را باید نجات بدن، اگر اینا صادق نباشند در کارشون، باز فکر میکنم که ما به هدف نمیرسیم. ولی تلاش باید کرد. ما باید نسل اخلاقی یا نسل اخلاق محور و ارزش محور را در جامعه خود باید تربیت بکنیم و بسازیم تا این که این مبادی اخلاقی دوباره در جامعه ما تقویت شود. و جوامع دیگری هم داشته در دنیا وجود داشتند که در روی اخلاق وجود نداشته یا اخلاق بسیار در سطح پایین بوده، اما با تلاش و فراوانی که در او کشورها صورت گرفته، بعد از یک نسل تغییر مثبت آمده و بالفعل جوامع به طرف خیر و نیکی و صلاح رفتن. جامعه ما که 50 سال پیش که هنوز جنگ در اینجا وجود نداشت یا کم بود جنگ، در جامعه ما یک جامعه اخلاق محور بود، ارزش محور بود، ارزش ها در اینجا مورد احترام بود. امروز در نتیجه جنگ ها و در نتیجه اختلافاتی که در اختلافات سیاسی که به وجود آمد در جامعه ما، متاسفانه اخلاق خیلی مثلا آسیب پذیر شد مثل هر بود از ابعاد دیگر زندگی ما. و امیدوار هستم که ما بتونیم این موضوع را دوباره در رشدوی تعالیم اسلام و آموزه‌های اسلام بازسازیش کنیم. ممنون جناب استاد، خیلی سپاس از این که به برنامه آمدید. موضوع خیلی مهمی بود. تشکر از شما. خیلی سپاس. Music.